قربانی شدن‌های تکراری تنها در یک ماه بیش از 650 تن در حمله‌های هدفمندانه و انفجارها در کشور جان باختند و یا زخمی شدند که نشان دهنده یک افزایش 20 درصدی نسبت به یک ماه پیش از آن است. به گفته منابع تلفات جنگ‌های رو در رو به مراتب تکان دهنده تر است. هر روز 20 تا 30 نیروی امنیتی و دفاعی جانهایشان را در نبردها از دست می دهند. نبردها نیز از هلمند، زابل، اروزگان و کندهار تا هرات و نزدیک به 15 ولایت دیگر جاری است و هر لحظه قربانی می گیرند. در سوی دیگر میز مذاکره و تلاش برای صلح، تلاشی که تا این جای کار چیزی از خونریزی در افغانستان نکاسته. آیا طالبان حملاتشان را افزایش دادند؟ نیروهای امنیتی چگونه؟ و با نزدیک شدن ماه می آیا وضعیت خونبارتر از امروز خواهد شد؟ با مهمانانم جنرال سید محمد ثمر سادات نظامی پیشین، آقای فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، آقای نعمت الله کریاب عضو مجلس نمایندگان و آقای احمد سعیدی کارشناس سیاسی که روی خط اسکایپ به برنامه پیوستند، مهمانان گرامی به برنامه بسیار خوش آمدند. آقای امان با شما آغاز بکنیم. در ماه مارچ 20 درصد خون بیشتر ریخته شده، به چه دلیل؟ به نام یاد خدا، با سلام بر شما، سلام به مهمانان در بس، سلام به بیننده‌های طلوع نیوز. متاسفانه سطح خشونت‌ها از نزدیک به یک سال به این طرف، از زمان توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، به شکل کم سابقه در افغانستان افزایش یافته. ما در هر شبانه روز در 21 ولایت تحرکات ضد امنیتی را از جانب توریست‌ها می داشته باشیم و در مجموع در 8 تا 9 ولایت جنگ ها خیلی شدت، جنگ های رودرو و مستقیم میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت می گیره. تحرکات ضد امنیتی به این معنا که انفجار ماین است، انتحار است و به می ترتیب قتل های هدفمند شما یاد کردین صورت می گیره، حمله های حراس افغانانه، فعالیت های تروریستی. در مجموع در 21 ولایت ما در هر شبانه روز از 6 ماه به این طرف اتیاق حالت داریم. هدف از افزایش خشونت ها از جانب طالبان در واقع یا می خواهند که به گونه فشارهای نظامی را بالای دولت افغانستان، بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش بدن، در حالی که ما پلان های کلانشان دفع و ترد کردیم. عملیات های کلانی که بالای شهرها یا تر و پلان کرده بودند، حتی میخواستن بالای شهر کابل یا حملات تهاجمی را به خاطر بیرون ساختن شهر کابل از کنترل دولت افغانستان اجرا بکنن، ما پلان هایشان دفع کردیم. در قندهار حملات خیلی گسترده را اجرا کردند، در ولایت هلمند عملات خیلی وسیع و گسترده را داشتند، به میترید در شمال افغانستان در ولایت فاریاب، در حومای شهر مزار شریف، در ولسوالی شهر فلا، یا بسیار تحرکات بلند تا 3 ماه پیش و 6 ماه پیش داشتن. امروز در مقایسه با 6 ماه پیش، در مقایسه با 3 ماه پیش، میزان تحرکات عملیاتی طالبان کاهش پیدا کرده، اجرای حمله های تهاجمی طالبان نسبت به هر زمان دیگر کاهش پیدا کرد. دلیل کاهشش این است که به شدت زیر حملات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار گرفت، به حملاتشان پاسخ سخت داده شد، افراد کلیدی و مهمشان کشته شدند، کسایی را که از او طرف خط دیورن وارد افغانستان ساخته بودند، بخصوص در ولایت قندهار و ولایت هلمند، یا سرکوب شدند، کشته شدند. تلفات طالبان به شکل قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده و ظرفیت محاربه‌ای طالبان نسبت به هر زمان دیگر امروز ضعیف شده. اما فعالیت های توریستی، مثلا انفجار ماین، انتحار، قتل های هدفمندش بدون شک کسی انکار کرده نمیتونه، در سطح بالای هنوز هم وجود داره. جنگ رو در رو سطحش به شکل قابل ملاحظه چشمگیر کاهش پیدا کرده. علت چمی است که ماشین جنگی طالبا ضعیف شده و با گذشت هر روز یا سرکوب میشن. با تمام تلاش هایی که یا در 6 ماه اخیر به خصوص داشتن و انجام دادن، هیچ ولسوالی، هیچ روستا، هیچ شهر از کنترل دولت افغانستان نتونستن بیرون بکنن.
بکنن. برعکس در ساعات زیر کنترلشان، فعالیت‌هایشان، فعالیت‌های مهربیشان نسبت به یک سال پیش کاهش یافته است. شما میدانین که طالبا به آمریت امنیت ملی شیندند هرات حمله کردند. شما میدانین که در شمال شهر هرات به دو پاسگاه پلیس حمله کردند. شما میدانین که در پشتون، زرغون و اوبه هرات حمله کردند. شما میدانین که طالب به کمربند شهر لشکرگاه هلمند دیشب حمله کرده. با این وضعیت من میخوام مشخص از شما بپرسم که تلفات شما روزانه به چند تن میرسه؟ خب در وضعیت جنگی ما در حالت جنگ قرار داریم، بدون شک هم به ما تلفات وارد میشه هم به طالبان تلفات وارد میشه، اما تلفاتی را که طالبان متقبل میشن به مراتب بیشتر از تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. 4 تا 5 برابر تلفات طالبان افزایش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته ما در یک شبانه روز گذشته 68 جنگجوی طالب و توریست در 7 ولایت از بین بردیم. به می ترتیب ده ها تن دیگرشان زخمی شدند، ده ها تنشان بازداشت شدند. از شما چطور؟ و جایی را که شما نام بردین بدون شک یا فعالیت های خودشان دارن، ما نگفتیم که حمله های تهاجمی طالبا صفر شده، اما کاهش پیدا کردن نسبت به یک سال پیش. یک سال پیش یا همزمان می تونستن در 10 ولایت حمله های تهاجمی را اجرا بکنن، امروز در هر 24 ساعت یا در 3 ولایت، 4 ولایت، ممکن تا 5 ولایت بیشتر نتونن حمله های تهاجمی را اجرا بکنن و حملاتشان با جواب سخت روبرو میشه، با شکست روبرو میشه. هیچ پوسته را حتی نمیتونن از کنترل دولت افغانستان یا مثل سالهای پیش بیرون بسازن و برای همیشه در کنترل خود داشته باشن. ممکن یک عقب نشینی تاکتیکی یک پوسته سقوط بکنه با یک ساعت، دو ساعت یا یک روز، دوباره او ساعت از وجود طالبان پاکسازی میشه یا به عقب زده میشن و با شکست روبرو میشن. شما نگفتن میانگین تلفات شما روزانه چند تن است؟ خب من پیشتر براتون بیان کردم که تلفات طالبا 3-4 مرتبه افزایش بیشتر از تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. آمار 24 ساعت گذشته تلفات طالبا را به شما ارائه کردم، اما ما تدابیری که داشتیم، پلان‌های استراتژی که وزارت دفاع افغانستان به خاطر کاهش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یا در کاهش تلفات ما به مراتب موثر بود. مثلا کارهایی که صورت گرفته، بیس های کوچک، متوسط، آسیب پذیر تمامش در سراسر کشور به خصوص در مسیر شهرها یا از بین برده شدن، متهم شدن در بیس های کلان. درست. مستحکم در گذشته در سالهای پیش بیشترین تلفات ما در بیس های آسیب پذیر داشتیم، بیس های کوچک داشتیم که طالبان اونجا حمله میکردن، به ما تلفات وارد میکردن. استراتژی ما تغییر کرد، چیوای نبرد ما تغییر کرد، با پلانهای تکتیکی ما تغییر کرد. امروز ما تلفات خود به مراتب نسبت به سالهای پیش کاهش دادیم، اما تلفات وجود داره. من انکار نمیکنم که ما تلفات نداریم، اما روزانه تا 30 تن. خب من نمیتونم که فعلا به شما آمار مشخص ارائه کنم، اما بدون شک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر محافظت از مردم سینه‌های خود از سپر قرار دادن، خون میریزن و قربانی میتن، تمامش به خاطر محافظت از مردم است و مبارزه و جنگ در برابر دشمنان صلح و ثبات افغانستان. فشرده و کوتاه یک سوال مردم افغانستان، هرچند شما نگفتن ولی منابع امنیتی میگه روزانه تا 30 تن تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و در برابر تلفات طالبان که شما گفتن 60 چند تن تنها در 24 ساعت گذشته. مردم افغانستان چرا قیمتی جنگ میپردازه؟ این جنگ برای چی است؟ اگر فشرده بگوین. خب این جنگ به خاطر صلح است، به خاطر مبارزه با توریست است، به خاطر مبارزه با دشمنان صلح و ثبات افغانستان است، به خاطر مبارزه با کسایی است که جز هدفشان کشتن مردم افغانستان، ویران ساختن افغانستان، ایجاد وحشت و دهشت و آسیب رساندن به زیربناهای افغانستان، آسیب رساندن به غیر نظامی ها دیگه هیچ هدف نداره. ما در برابر کسایی جنگ میکنیم که اهداف کشورهای بیرونی را، استراتژی های کشورهای بیرونی را میان در افغانستان قرار اجرا بکنن. خب ما از یک طرف تلاش های صلح‌آمیز خود در واقع ادامه میدیم، از راه مسالمت آمیز، از راه غیر نظامی کوشش میکنیم که به این جنگ پایان بدیم. کسایی که در حمایت از کشورهای بیرونی علیه مردم افغانستان جنگ میکنن در واقع وابین
هوشیار شوند، درک کنند که جنگ که در افغانستان برای انداختن علی مردم افغانستان است، به خاطر منافع کشورهای بیرونی است و این جنگ به زیان افغانستان است. از طرف دیگر کسایی که در مقابل ما ایستاده میشن، اگر برای مسالمت آمیز تن نتن، برای سیاسی تن نتن، به گفتگوهای صلح تن نتن، بدون شک سرکوب میشن، از بین برده خواهد شد. ما بیانای عملیاتی خود داریم. امیل عزیزی که ما با شما صحبت میکنم، ما پلان گذاری عملیاتی خود در واقع به شکل منظم ریختیم. درست، مفصل تر میایم. آقای سعیدی، 654 کشته و زخمی تنها در یک ماه، عامل اصلی کیست فکر میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بیرونده ها و مهمان های گرامی شما سلام عرض ادب دارم. من کمتر باور دارم که تعداد 600 باشه. من میگم از 600 بالاتر است، تنها ارقامی است که شما جمع آوری کردین. من نمیخوایم امشب در این صحبت خو، چون جناب آقای امان هم تشریف دارن، دوستان دیگه هم تشریف دارن، ارمانی صحبت کنم. من میخوایم با در نظرش حقایق صحبتی داشته باشم که ملت با عزت افغانستان بکنم. ارمانی صحبت نمیکنم. به باور من هر یک وقتی که مذاکرات شروع میشه، نزدیک میشه، طرفهای درگیر میخواین به خاطر امتیاز بیشتر جنگ تشدید کنن تا در میز مذاکره امتیاز بیشتر بگیرن. دوم، حرف دومی است که کاهش کمک های خارجی ها به نیروهای مسلح ما باعث ازی شده که ما قربانی بیشتر بدیم، به خاطر ازی که خارجی ها حال طوری که به ما سر می جنبانن، به طالبان هم گاه و بیگاه بیشتر سر می جنبانن. سوم، سرازیر شدن نیروهای مخالف دولت افغانستان در شاره ها به شکل نمایش، یعنی در شاره های ترانزیتی، باعث ازی شده که مردم احساس کنند که طالب همه جا را گرفته و آمده به میدان. چهارم، تغییر و تبدیلی های غیر مسلکی، غیر اخلاقی، حتی تغییر و تبدیلی های سیاسی، قومی، زبانی در قوت های مسلح که متاسفانه کمری قوت های مسلح را شکست داده. حرف دیگه به طور مثال پیش از اینکه با او حرف برین آقای سعیدی، وقتی که خب میشه مثال بتن میگو، به طور مثال آقای مسعود اندروی که یک نظامی از پارلمان از تقریبا بلندترین راه گرفته، بدون موجب تبدیل میشه، کسی دیگری آورده میشه. آیا اگر کسی جای آقای اندروی رو میگیره، ازی کده مسلکی تر است، ازی کده تخصص بیشتری داره، میشه او برادر بزید؟ و از طرف دیگه بدبختی مایی است، وزیری که از پارلمان رای نبرده، نی دین میفهمه نی دنیا، نه کلمه میفهمه و نه خدا و نه زبان، او را سرپرست نگاه میکنه به خاطر که بانوی اول گفته که این وزیرا به کار خود دوام میده. دیگه حلقه تصمیم گیری در نظام موجود بسیار محدود، غیر مسلکی، غیر اخلاقی، مافیایی، 4-5 نفر هستند در سرنوشت یک ملت تصمیم میگیرند. بنان گیله دیگه ایمه است که پارلمان هم، همه اعضای پارلمان نه، در پارلمان ما در اولسی جرگه شخصیت های با شرف و با وجدانی هسته، اما متاسفانه یک تعداد مافیایی هستند، با زد و بند با کابینه، با زد و بند به ریاست جمهوری کشور به طرف یک بحرانی بردن. ادامه این وضعیت، خونهایی که ریخته میشه، هم خیانت است، هم جفا است، چون رهبرای دولت افغانستان که من اونا رهبر نمیگم، به خاطر ازی است که حلقه محدود 4 نفری یا 5 نفری تصمیم میگیره، نه اجماعی وجود داره، نه مشارکتی وجود داره و مردم ما هر روز قربانی میتن. من از روزی می حتی من تشویش دارم، شخصا تشویش دارم که شاید در بین نظام در حلقه 4-5 نفری تصمیم گیری اشخاص و افرادی باشه که دستوری باشن، به خاطر برهم زدن نظام، به خاطر برهم زدن ارزش ها و معیارهای اخلاقی و انسانی. درست. اگر فشرده تر بگین آقای سعیدی، مردم میپرسه که ما چرا با خون خود قیمتی جنگ میپردازیم، از این جنگ کی نفع میبره؟ از این جنگ یک حلقه محدودی که یک تعداد به خاطر ادامه قدرت جمهوریت را گروگان گرفته و یک تعداد دین و امارت را گروگان گرفته. همین حلقه‌ای که جمهوریت را گروگان گرفته به جمهوریت باور نداره و حلقه‌ای که امارت را گروگان گرفته به دین و خدا و امارت باور نداره. بنان ما گروگانی دو دسته هستیم و مردم افغانستان از این گروگانگیری باید خود را نجات بدن، چون فرزندای از اینا کشته نمیشه، تعداد فامیلی از اینا کشته نمیشه. چور و چپاول و دزدی، چور و چپاول و دزدی هر دو جانبه بسیار کردن تا
طالب نوکری اجنبی است، اینها هم نوکری پول و پیسه و قدرت. بسیار تشکر، ما به شما برمیگردم. آقای کریاب، افزایش 20% خونریزی تنها در یک ماه، کی علاقمند ریختاندن خون و کشتن است فکر میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تا امان صاحب تا جناب سعیدی صاحب تا سمر صاحب تا دا افغانستان خلکو تا سلام او درنښت وړاندې کوم. رښتیا هم د هیڅ نړۍ او د هیڅ ملت تعامل دا نه دی چې د سولې په وخت کې دې د جګړې شدت دومره لوړ شي چې هغه دې د تیرو کلونو د جګړو کمساری بیلګه شي. افغانستان متاسفانه په دغه شان یو حالت کې دی، او رښتیا هغه شان چې سعیدی صاحب ویل، دلته د ډیرو انسانانو د وینو د تویولو هدف دا دی چې ډیر قدرت لاسته راوړي. پوښتنه اساسي دا ده چې که تاسو انسانان وژنئ، نظام د چا دپاره راوړئ؟ د انسانانو دپاره راوړئ. اما هغه د فلسفي انداز ته بیرته که سړی ورګرځي چې انسان مخکې پیدا دی که نظام، طبیعي ده چې د نظام نه لا وړاندې انسان پیدا دی. نو چې ته انسانان وژنې، نظام د چا دپاره راوړي؟ ته چې یو وخت کې هدیرې د خپلو خلکو ډکې کې، بیا حد اقل شرمېږي به چې کله پاغزي ورځي او دا دغومره مړي ګوري. خو که نن هم جګړه په شدت کې ده، که سبا هم ده، موږ ناچاره یو بله لار نه لرو، بالاخره بیا به هم سولې ته غاړه ږدو. دا ملت په وژنو نه ختمیږي، ولې محکومیږي؟ دا فقیر کیږي، دا بل ته محتاج کیږي، د بل په دروازه کې ودرېږي. لکه دا نن چې ولاړ یو، د پروني غلیم دروازې ته نن د دې دپاره ورځو چې ماته صلح راوړه. پرون هم روس د ځان غلیم او دښمن ګاڼه، نن یې دروازې ته ورځو، او هغه هم په دومره ټیټ پروتوکول زموږ سره تعامل کوي چې هیڅ هغه ډیپلوماتیک اصول نه مراعت کوي. همدا ډول د هر ګاونډي او د هر چا دروازې ته چې ورغلی یو، موږ ته د یو محکوم او غلام په سترګه ګورو، دا هم په خپله په ځان کړي. دلته بیا هم خبره دې ته راګرځي چې تاسو د می تر میاشتې پورې د جګړې شدت د دې دپاره دی چې دواړه لوري، که د امریکایانو د وتلو پروسه نه بشپړیږي، جګړه به لا هم تر دې تودیږي، او که پاتې کیږي نو جګړه به د جګړې خو کمخ هغه دی نشته دی. موږ ته یووالی پکار دی، موږ ته متحدانه حرکت پکار دی. موږ که قومګرایي وکړو، موږ که دلته سمپالنه وکړو، موږ که دلته د یوې سیمې په استازولۍ غږیږو، افغانستان بربادۍ خواته ځي. زه سعیدي صاحب ته احترام لرم، ولې دا په دې معنا نه ده که د پارلمان یو وکیل د ارګ سره سمې اړیکې ولري هغه خیانتګر دی، هیڅ کله نه. موږ خو د قوم سره اړیکې نه لرو، موږ خو د اسلام آباد سره اړیکې نه لرو چې ښه اړیکې مو سره لرلی دي او موږ به د خیانت په تور څوک محاکمه کوي. دا هله کیږي چې زه په خپل څنګ کې یو ولاړ خیانتګر د خیانتګر په نوم ووایم چې د دې ظالم او د دې وحشي زه حمایت نه کوم. سعیدي صاحب هغه څوک چې پیژني او په چا چې لږ یې ورته ورنږدې دی هغه ته وای، دا وطن جوړېدو خواته ځي. اوس اختیار ټول نړۍ موږ ته راکړی، هغوی راته ګوري، خپل اهداف یې شته، هم د سیمې شته او هم د نړۍ شته. ټوله توجه او توقع زموږ د افغانانو نه ده چې په قطر کې که د طالب په نوم دی، که د جمهوریت په نوم دی، که د سیاسي ډلې په نوم دی، چې هر څوک ورغلی، ټوله توقع د افغانستان د ملت د هغوی نه ده. موږ به څنګه په یوه خوله باندې د طالب په وړاندې د سولې غږ راپورته کړو چې د جمهوریت په نوم تلی پلاوی، کله د افغانستان د تجزیې خبره کوي، کله د افغانستان کې د موقت حکومت خبره کوي، او کله نورې بانې او پلمې رالټوي؟ خو خود هغه زړورېږي او دلته به ښارونو ته راځي، دلته به ستا تر دروازې رارسیږي، هم به ما وژني هم به تا وژني. تشکر، ما به شما برمیګردم. آقای سادات، همین پرسش هم میخوایم از شما بپرسم. در اول، کی علاقمند دوام ای جنگ است؟ کی نفع میبره فکر میکنه؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، مهمانان عزیز ما در بحث و بینندگان عزیز تلویزیون طلوع نیوز. ما بارها اظهار کردیم که جنگ در افغانستان، متاسفانه 40 سال جنگ افغانستان، جنگ قدرت ها بوده، جنگ منافع قدرت ها بوده و جنگ اقتصادی بوده، جنگ تجارت سلا بوده، جنگ مواد مخدر بوده، و متاسفانه قربانی از این جنگ
مردم افغانستان است. مخربی از این تحریک کننده از این و حامیان از این جنگ نه تنها کشورهای منطقه که ما از او آسیب پذیر هستیم، بلکه دنیا هم در این نقش خود دارد و ابعاد داخلی هم داره. متاسفانه تعداد کثیری هم در اینجا هستند که منافع خود را در همین جنگ نهفته میدانه و از تجارت جنگ اینا نفع برداری میکنند، که ما متاثر هستیم از لحاظ یک اتحاد ملی و یک منافع ملی که بتوانیم جغرافی های افغانستان از این بدبختی نجات بتیم، هنوز در افغانستان ایجاد نشد و وجود نمید. زعامت افغانستان تصامیمی که در امی اواخر گرفتن که ما شخصا قربانی از او هستیم که سیدی صاحب من یادآوری کرد، تعداد کثیری از افسران جنرالان عالی رتبه اکادمیک را از صفوف قوای مسلح افغانستان خارج ساخت و به اصطلاح که جوانسازی که یکی از شعارهای جناب سرقومندان اعلی قوای مسلح ما هست که او را راه انداختن که ما به جوانهای خود به نیروی بلنده جوان خود احترام داریم که از جمله همون صاحب منجا هستند و خیلی هم برایشان ارزش هم قائل هستیم که اینا آینده سازای از ملک هستند. ولی تا جایی که در همچو شرایط با توجه به وضع امنیتی افغانستان و به جنگ گرمی که در افغانستان ادامه داره و تهدیدی که از طرف تروریسم در اینجا موجود هست بالای مردم افغانستان، نباید که همی افسرهای عالی رتبه و با تجربه اینا خانه نشین می شدن، اینا کنار زده می شدن. باید در اینجا بسیج قوا صورت می گرفت، نه تخلیه قوا از نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان. از اون لحاظ در این جنگ بدون شک که مردم افغانستان متضرر شدن و نفع برده، نفع دنیاوال و امسایه ها و امو کسایی که در می جنگ خود را زی دخل می داند. من خدمت شما عرض کردم که جنگ جنگ اقتصادی هست، جنگ تجارت سلاح هست، جنگ مواد مخدر است، جنگ منافع قدرت ها هست که در اینجا با رقبای خود دنیا در اینجا جغرافی های افغانستان یک بستر مناسب متاسفانه برای جنگ ها به وجود آمده که در اینجا قدرت ها در اینجا میخواهند که همین جنگ تداوم ببخشند. متاسفانه که من اکنون ما و شما در مذاکرات قرار داریم که مذاکراتی بین الافغانی هم هست، مذاکراتی که در ترکیه هم پیش روی ما داریم، دی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمع سیاسیون افغانستان تقاضای ما همی است که با یک اجماع ملی با یک قدرت قوی برای منافع افغانستان باید برن حرکت کنند به سوی یک صلح دائمی و ثبات در افغانستان که دیگر قدرت های ولی آقای سادات آماری که خواهی امان دادن 8 ولایت به شدت جنگ جریان داره بین طالب و نیروهای امنیتی و دفاعی و در 20 ولایت به صورت پراکنده جنگ جریان داره. گروهی که در 8 ولایت به شدت می جنگه در 20 ولایت را ناامن ساخته و همونطور در یک شب شما دیدن بشیندند حمله میکنم امریت امنیت شیندند در شمال شهر هرات حمله میکنه به دو پاسگاه، در چند ولسوالی هرات حمله میکنه، در ولایت دیگه اروزگان، کندهار، هلمند و امثال اینها چی اتفاق افتاده؟ یک، فکر میکنین میدانهای جنگ گرمتر از پیش شده؟ دوم، آیا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کوتاه آمدن در جای؟ نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تلاش های خود دارن و بدون شک که اینا شب و روز قربانی میتن در دفاع از جغرافیای افغانستان، در دفاع از وزلجش که قرار دارن، اینا قرار دارن. ولی تکتیک دشمن و روز به روز تهاجم دشمن اینا نشان دهنده از این است که اونها میخواهند که جبهات جنگ را گرم نگاه کنن و اینا با باور به صلح ندارن، باور به جغرافی های افغانستان ندارن، باور به مردم خود ندارن. اینا بستر جنگ را گرم نگاه میکنن. اگر اینا میخواستن که این جنگ باید مهار شوه، زمانی که اینا توافقنامه را با امریکا امضا کرده بود با آقای خلیلزاد،
اینا در اون زمان باید جنگ را بس میکردن، آتش بس را اعلان میکردن، صدا میکردن سر دولت که ما دیگر اشغال را خاتمه دادیم، با امریکا توافقنامه امضا کردیم، اونا وطن ما را ترک میکنن، ما و شما میریم به سوی رأی مردم، هر کس که زعیم مملکت انتخاب کرد عموم زعیم کشور باشه رهبری کنه ملک ما را. متاسفانه کمی کار صورت نگرفت و نکردن، تداوم جنگ اضافه شد، تشدد اضافه شد و طالب هایی که از اینجا به حسن نیت دولت رها کردن که باید صلح به بنیاد زمین بنا گذاشته شوه، اونا هم در جبهات جنگ پیوستن، جنگ تشدید بخشیدن و بالاخره بستر جنگ را گرم نگاه کردن که ما هر روز زایاد داریم، تلفات داریم که شما شاهد همین عملیات چند روزی کار خودش با فرمودین، ما شاهد هستیم که حمله در شنگدن و در جای دیگری صورت گرفته که طبیعی است وقتی که جنگ میشن تلفات هم داره در پی خود. درست، من برمیگردم به شما آقای امان. همونطور که گفتم 8 ولایت جنگ به شدت ادامه داره و 20 ولایت به صورت پراکنده، یعنی که حتی بیشتر از 20 ولایت ناامن است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آیا کوتاه نیامدن؟ آمار یک شب پیش رو من گفتم. خب اگر بیایم یک نگاه مسلکی به کارکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و یک از دید واقعی ببینانه و وضعیت جنگ افغانستان ما ببینیم، در مقایسه با هر زمان دیگر از ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، قابلیت های محاربه و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش پیدا کرده. یک سال پیش خارجی ها، امریکایی ها، نیروهای نظامی کشورهای عضو ناتو در میدان های جنگ در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر توریست ها جنگ میکردند. امروز در هیچ جبهه افغانستان، در هیچ گوشه افغانستان هیچ خارجی وجود ندارد. تمام بار جنگ، تمام مسئولیت های جنگ توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در واقع صورت میگیره. از طرح و پلان عملیات گرفته تا اجرای حمله ها، حملات شبانه، عملیات های کماندویی، عملیات های خاص، عملیات های هوایی، نزدیک به 100% عملیات ها را ما به گونه مستقلانه اجرا میکنیم. این بیانگر ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است، مسلکی تر شدن ازیاد و بیانگر مستحکم شدن صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است در برابر توریست ها. پس چرا وضعیت به سمت خوب بهبودی خوب به سمت خوبی روان نیست؟ به مو شکل که سعیدی صاحب فرمودن، جنرال صاحب فرمودن، وکیل صاحب فرمودن، طالبا به گونه کوشش میکنن که خودشان در میدان جنگ حضور خود را به نمایش بگذارن و از این طریق بتونن امتیاز کسب کنند. پس چرا وضعیت به سمت بهبودی روان نیست؟ خب یک موضوع دیگر هم نباید ما فراموش بکنیم. طالبان موضع مشخص ندارن، سایه حضور مشخص ندارن، یا در واقع در میان خانه‌های مردم حضور پیدا کردن با استفاده از سپر قرار دادن غیر نظامی ها میان دست به فعالیت های توریستی میزنن، با استفاده از تاریکی شب میان بالای پست های معامله میکنن، در شهرها حضور پیدا میکنن، حمله های انفجاری در داخل شهر اجرا میکنن. شما حداقل در یک ماه دو ماه اخیر شاهد نیستین که طالبان بالای هیچ ولسوالی حمله کلان گسترده را انجام داده باشه، بالای هیچ شهر از افغانستان مثل دو سال پیش که بالای شهر قندوز حمله داشتن، سه سال پیش در یک سال شش ماه اخیر تو عملات اجرا کرده نتونستن. تمام فعالیت های نتونستن خود طالبان نخواستن اصلا، ممکن و هر کار از استان بیان انجام میدن، از هر راهی ممکن کوشش میکنن به مردم آسیب برسانن، به زیربنای افغانستان آسیب برسانن، انجام دادن نمیتونن. چرا آمدن در داخل شهر بیشتر حمله های تهاجمی را، حمله های هدفمند، حمله های ترور و انفجار بالای نظامی ها اجرا میکنن، یا چون در داخل خط جنگ، در داخل پست های نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در میدان های جنگ نمیتونن مستقیم با ما مبارزه بکنن، نمیتونن مستقیم با ما جنگ بکنن، نمیتونن مستقیم با ما رو در رو شون، بیشتر تمرکزشان به اجرای حمله هایی است که متاسفانه در او حمله به افراد ملکی آسیب میرسه. خب ما به اساس پلان هایی که داشتیم، به اساس برنامه ریزی های دقیق که وزارت دفاع افغانستان داشت، ما پیشتر بر شما در آغاز صحبت های خود بیان کردم که طالبان پلان بیرون ساختن شهرها را از کنترل دولت افغانستان داشتن. بالای ولایت هلمند، قندار، ممکن وکیل صاحب در جریان باشه، حمله های بسیار سازماندهی شده هدفمند اجرا کرده بودند که ولایت باید از کنترل دولت افغانستان 100% بیرون شود. تلفاتی که در ولایت هلمند به طالبان وارد شده در 15-16 سال جنگ افغانستان کم سابقه است. به می ترتیب تلفاتی که در ولسوالی های ارغنداب، ژیرای، در ولسوالی
ولسوالی دند قندهار به می ترتیب در همای شهر قندهار در یک ماه دو ماه اخیر به طالبان وارد گردید. کم سابقه است از لحاظ آمار تلفات در جنگ 15 ساله و 10 ساله طالبان. افراد کلیدیشان کشته شدند. امروز طالب با قلت تورس روبروست. امروز جنگجو ندارن، امروز افراد ندارن که با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جبهه ها بیاین حضور پیدا بکنن، جنگ بکنن. تلفاتی که مثلا برشان در هلمند وارد شد یا مجبور شدن توریست ها را از ولایت فرا، اورزگان، از شمال افغانستان، از شرق افغانستان انتقال بدن به جنوب افغانستان تا بتونن هلمند از کنترل دولت افغانستان بیرون بکنن، موفق به این کار نشدن. طالب در واقع جنرال صاحب اینجا حضور داره، از لحاظ مسلکی ممکن یا صحبت بکنن، از لحاظ نظامی در میدان های جنگ شکست خوردن. جنگ رو در رو زمانی که یک نظامی نتونه اجرا بکنه، یک جبهه یا یک گروه یک طرف نتونه که برا بیاندازه، در واقع اون نشانگر ضعفش است، نشانگر توانایی کاهش توانایی نظامی است. امروز طالب اگر میتونست بالای شهرها حمله بکنه این را امی لحظه انجام میداد، از هیچ نوع فرصت و از هیچ نوع در واقع لحظه یا دریغ نمیورزید به خاطر جای حمله تهاجمی. آقای سیدی، من باور دارم شما تبصره خواهید داشت، پس بهتر است از این تبصره شروع کنیم با اونچه که آقای امان گفت. اول خو جناب آقای کریاب که بسیار دوستی من هستن، من در صحبت خو گفتم که تعدادی از وکیلا، جناب آقای کریاب که دوست دارم، خیلی عزت پیش مزد داره، میدانم که حتی اجمل احمدی که سرپرست بانک است به این روزا یک تعداد وکیلا میرن روز تا بگه وکیلای بزرگی دروازهش دقل باب بکنن. من حرفی من خطاب من عمو وکیلا بود. اما اونچه که جناب آقای امان میگه من خوشحال شدم. جناب آقای امان میگه که طالبا تعدادشان بسیار کم شده، ضعیف شده. ای خدا زده ها که تعدادشون متاسفانه در یک جای مهم که آقای سعیدی، ما متاسفانه صدای شما را نداریم، مشکل در ارتباط موجود دارم، امیدوار هستیم رفع شود دوباره برخواهیم گشت. آقای کریاب، از شما میشنویم، چرا وضعیت فکر میکنید به سمت بهبودی روان نیست؟ گوره که در منگ و تاسو په افغانستان که در جگلی اقد در پیل اصل توارشو خپل پویگو چه من کمی خواهد روانیو و ولی خواله نپکی رازی. په افغانستان که جگلی در یو بحرانی ملما پلت ماندی یو بحرانی را پیل کرد، هم دلته چې د چا د پاره راغله هغه هم د افغانستان نه و، چا چې جګړه را پیل کړه هغه هم د افغانستان نه و، دواړه رالل. یو یې پخوا رالیږلی و او کله چې د ده په سر کې د بغاوت نښې ولیدلې بیا یې په هماغه پلمه هدف چې هر څه و یا په سیمه کې خپل ستراتیژیک اهداف لرل، د روسیې سره رقابت و که د چین سره و که د ایران سره و پاکستان سره، خو یاسې نه کوي دوستي ده ورسره. هر څه چې و خو د هماغه میلمه په لټه دلته راغله او موږ یې پکې زری زری کړو. نتیجه دا کیږي چې تر هغه پورې چې جګړه بهرنۍ ده، آباد بهرنۍ دي او بهرنیو را پیل کړې ده، نو بیرته بیا کلی هم د هغوی په لاس کې ده. تر هغه پورې چې زموږ د تعقل نه موږ کار نه اخیستې. تاسو اوس وګورئ، په دوها کې د امریکایانو سره تړون شوی چې د می تر میاشتې به وځي. د امریکا د حکومت مشران وایي چې موږ شاید دا موده تمدید کړو. که تمدید کی که نه کی تمدید، نننۍ جګړه هغسې چې امان صاحب وویل افغان ځواکونه په یوازې سر کوي، نه بهرنی ځواک هوایی حمله کوي، باوجود د دې چې په خوست کې د دیو په قرارګاه باندې برید وشو، حمله پې وشوه، خو تاسو د امریکایي مطبوعاتو او د امریکایي ځواکونو نه غږ لا قدرې وانهورید، ځکه د دوی تر منځ که هغه پټه معامله ده شاید هغه ته تاوان رسیږي، یا داسې څوک وي چې د دغه تړون د ماتولو دپاره هڅې او کوششونه کوي او پلمې او بهانې لټوي. دلته مهم شی دا ده چې که د جګړې ټول بار د افغان ځواکونو په اوږو چې شته دی، لا نور مکلفیت او مسؤلیت واخلي، مهمه دا ده چې د جګړې قمندانان د ټولیو او د کنډکونو په سطحه باندې احساس د مسؤلیت وکړي. هغه ځواک به ستا د پاره څنګه وجنګېږي چې د اورزګان د چورې په ولسوالۍ کې یوه بشپړه دوره عسکر په یو کنډک کې دي،
زه نه غواړم چې دلته نوم واخلم چې د دې ځای نه کله تللی دي څلور دېرش میاشتې کېږي چې بیرته کور ته نه دی راغلی. دا په کومه روحیه باندې جګړه وکړي؟ بیرته د هغه د یاشي د هغه د ډوډۍ د هغه د خدای له وګوره یو کیلومیټر تونل ورته وهل کېږي، دی پرې نه دی خبره. او که خبر هم دی موږ ته ووایي چې په پلانیزي کې تونل راته راوهلی، دی نه شي وروتلی چې هغه قطه کړي. په دغه شان یو حالات کې یوازې د قربانۍ نه پرته بل هیڅ په لاس نه راځي. خب ما میایم دوباره و روی ازی که با آمدن ماه می چی خواهد شد، بعد از می چی میشه؟ آقای سعیدی حالا مشکل ظاهرا رفع شده، صدای شما را داریم، بفرمایید. مهربانی، من به جناب آقای کریاب عرض و ادب دارم که دوست شخصی است. من نام گرفتم که یک تعدادی از وکیلا. بله، جناب آقای قسمت از ظرفتون شنیدم. بله شنیدم، فقط شما روی تبصره اون چیکار آقای امان گفتن؟ آقای امان، بله، اون چیکی آقای امان گفتن که طالبان ضعیف شده، تعداد نفرایشان کم شده. این خدا زده های خدا شرمنده ها که تعدادشان کم شده، به یک ما 600 نفر ما رو میکشن. اگه تعدادشان زیاد بود خود تخم ما رو برمینداختن. خوب شده که تعدادشان کم شده. اما اون چیکی من میخوام، عوامل دیگه ما در داخل هم داریم. ما از طالب گیله نداریم. طالب یک تروریست، طالب یک مزدور است، طالب نوکر بیگانه است، طالب منافع ملی را مد نظر نداره، گیله نداریم. ولی ما از خود گیله داریم. شما ببینید، ما وقتی که در یک ماه 600 نفر کشته میتیم، همین حکومت در رأس جناب رئیس جمهور، حکومت برای مردم خوب است. آدم باید به ملت حکومت کنه، به مردم. بالای قبرستان هر کس حکومت کرده میتونه. یعنی این دولت تصمیم گرفته که بالای قبرها حکومت کنه. دوم، کابینه سرپرست، قماندان سرپرست، وزیر سرپرست، فلانی سرپرست، تا چی وقت؟ تا چی وقت با این رسوایی، با این غیر اصول و معیارهای اصولی؟ خب اگر ما وضعیت از نگاه حقوقی و اصولی بررسی کنیم، آقای عمران، من فکر میکنم که دولت دست به اعمال میزنه و حرکات میزنه که هر روز مردم ما قربانی بتن. این وضعیت وضعیتی نابخشودنی است. این وضعیت تشویش به چی است؟ کسانی در این روزا در سرنوشت ملت افغانستان تصمیم میگیرن که با باکس‌های خالی آمدن، میخوان با باکس‌های پر برون و فردا اگر حرکت میشه کروز میکنن. من بسیار دلم بسیار تنگ است، آرزو دارم که عرض بر مردم افغانستان بشنون. شاید جلسه استانبول یک ماه پس یا پیش دایر شد. ما باید به یک اجماع میرفتیم، یعنی دولت افغانستان با شورای عالی مصالحه با احزاب. اما میدانیم چی است؟ احزاب یک طرح داره، شورای مصالحه یک طرح داره، چهار پنج نفری که به نام جمهوریت حکومت میکنن در ارگ اونا یک طرح داره. وقتی ما در جلسه استانبول میریم خیلی رسوا خواهد بودیم و خیلی خجالت آور خواهد بودیم. تمام این عوامل، ما از طالب گیله نمیکنم، درباره اش هم قبلا زدم. طالب یک آدم خوش است، طالب یک مزدور است. چند شب پیش من در یک تلویزیون ایران خواستم که نعیم وردک سخنگوی طالبا خود صحبت کنه، حاضر نشد. ولی من از کسایی که خود را دموکرات میگن، دموکراسی میگن، جمهوریت خواه میگن، جمهوریت دروغ، نظام دروغ، بنابراین حکومتی که در او عدالت نباشه، حکومتی که در او فریب نباشه، روزگارش از این کده بدتر است. آقای سعیدی، پیشبینی شما بعد از ماه می چی است؟ ماه می در حال نزدیک شدن است، پایان مهلت خروج نیروی آمریکایی. خب در قدم اول، خب آمریکایی‌ها به ماه می خارج نمیشن. آمریکایی‌ها با حلقه طالبان که در قطر است توافق کردن که بین 6 ماه الی 9 ماه قوت‌های آمریکا تمدید. و آمریکایی‌ها پلان دارن که حکومت عبوری و موقتی را که ما میسازیم باید به اندازه تحکیم، یعنی به اندازه محکم شه، بعد از ما قوت ها خود خارج کنیم. اما طالبا این گپ اظهار از این خطور نمی کنن که حلقه های مخالف داخلی که دارن مثل حقانی و بچه ملا عمر و دیگه کسا، اینها فشار میتن که چی کنیم. حالا طالب چند پافشاری داره. طالب از خط خود نگشته. طالب میگوید که فیصله هایی که خیلی زاد به ما کرده باید عملی شه. دو فیصله ها من باور دارم که رهبری جدیدی آمریکا تجدید نظر میکنه. ولی ما دست خالی هستیم. ما دست خالی بعد مهمه که وقتی جلسه استانبول دایر شوه ما اجماع ملی در داخل نداریم. ما تفرقه، یعنی احزاب، شخصیت های سیاسی، شورای عالی مصالحه، حکومت افغانستان، هر کدومی با یک بکس جداگانه، با یک طرح جداگانه میرن. بنان دنیا به این نتیجه است که وقتی که اجماع ملی وجود نداره، اینها رو باید از سر راه خود دور کرد، یعنی حکومت موجوده. بی معنا
بیمانو که شما اگر با یک قوت با یک طرح اجندای واحد میرفتین میتونستین به دنیا چنیزنی کنین معامله کنین. وقتی که شما در بین خود جور نیستین، نام جمهوریت میگیرین، بین خود اتحاد ندارین، اتفاق ندارین، شما از دنیا چی توقع دارین؟ معلوماتی که مدارم جلسه که بعد از عید رمضان در ترکیه دایر شد، ترکیه من حیث دولتی دولت دعوت نمیکنه، من حیث گروه دعوت میکنه، یعنی از شخصیت های سیاسی اجتماعی فرهنگی سیاسی تنها دعوت میکنه. ای است که آسته آسته این دولت به بدبختی ها زارو میزنه و ملت ما کمرشکن میشه. تشکر. آقای سادات، باور شما چی است؟ ماه می، بعد از ماه می منظورم است، ناآرامی ها بیشتر میشه؟ خب ما خب به این باور هستیم که نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان همونطوری که در مقاومت خود، در دفاع خود، از سرزمین خود ادامه خواهد داد، با توجه به کمک هایی که از جانب قوای ائتلاف و تمویل کننده ها باید ادامه پیدا کنه کماکان، و در عین زمانش اگر ایالات متحده امریکا و ناتو کمک های خود کم میکنند، تقلیل میکنند کمک هایشان، حمایت خود کم میکنند، از دو لحاظ ما با چالش های امنیتی بدون شک مواجه خود شدیم. و در عین زمان به شما بهتر معلوم است که آل طالب ها تکتیک جنگی را تغییر دادن، از حملات جبهه‌ای به حملات چریکی رفتن، به انتحار و انفجار و مین های مغناطیسی و مین های کنار جاده و حملات شب هنگام بالای اهداف مهمی تاسیسات دولتی و نظامی ما صورت میگیره، که از دو لحاظ هم این قابل تشویش هست و در این زمان باید تدابیر را در این راستا هم دولت ما و نهادهای دفاعی و امنیتی ما داشته باشد، که ما بخش‌های کشفی و استخباراتی خود را فعال‌تر بسازیم تا در شناسایی دشمن اینا کمی فعال شوند، که تشخیص بدن که دشمن در کدام نقاط، در کجا موقعیت دارد، در چه حالت قرار دارند و چه هدف دارند، چه پلان دارند، که قبل از خلع ما یک آمادگی برای از اونا، برای دفع از اونا داشته باشیم. چه آمادگی میبینیم؟ شما شاهد از این قضایا هم هستین جناب ابرار صاحب. موضوع دیگر هم تکمیل کنیم که بخشی حرکت طالبانی را جبهه که توری وکیل صاحب هم یادآوری کرد، از بیرون این رهبری میشه و به رضا سوژه داده میشه و برشاد دستور داده میشه، چنانچه ما بند کمال خان را به افتخار افتتاح کردیم. در پهلوی شما شاهد بودین که دو روز بعدش $2 میلیون پول ما را زدن، تخریب کردن، شاندن، انفجار دادن، که از این لحاظ یک صدمه برای ما از لحاظ اقتصادی میرسونن، از لحاظ دیگه میرسونن، یعنی ما را مواجه میشه با چالش ها، دولت ما را مواجه میشه با چالش های نظامی، اقتصادی، امنیتی و حیثیتی، که گویا دولت ضعیف است، دولت توانایی اینی حرکت های خود نداره. چنانچه جناب سیدی صاحب هم گفتن، یه قابل توجیه هست که ما هنوز از درون موریان خور هستیم، اجماعی ملی و بین المللی ملی به وجود نیاورده ایم و اختلافات درونی هم داریم متاسفانه، که ما نتوانستیم یک بسیج قوا را تشکیل بدیم در برابر تهاجم دشمن، در برابر حملات دشمن، و کمک مردم را، کمک نهادهای دفاعی و امنیتی را با مردم جذب کنیم که بالاخره در دفاع قرار بگیریم که تا ما بتوانیم انمی تهدیدات هم مهار کنیم. خب شما از یک سری از آمادگی های حرف زدن که باید وجود داشته باشه، باید آماده باشن نیروهای امنیتی و دفاعی، ولی در عمل چیز میبینین؟ سوال مهمی است. خب در عمل خب ما شما میبینیم که نیروهای امنیتی ما شما تا حد توان خود حرکت های خود دارن، دفاع خود میکنن، ولی ما ایر کافی نمیدانم، به دلیل از اینکه منجمن و اداره و سوق و اداره سالم باید وجود داشته باشه. من خدمت شما اشاره کردم که رکن اساسی مهار جنگ را، مهار بحران را استخبارات تشکیل میده، کشف تشکیل میده، که باید ما دشمن را شناسایی کنیم، در کدام محل، چه تعداد، با چه امکانات وجود داره، که ما پیش از اینکه دشمن سری ما بیاید، ما باید بالای او بریم، ما باید او را در اونجا خونسا کنیم. از اون لحاظ ما به یک استخبارات و یک کشف دقیقی ساحه و ماحول قطعات خود نیاز داریم و در جغرافی خود نیاز داریم که استخبارات ما فعال شود، بهترتر کار کنه، تا بتانه یک روشنی، یک چشم، یک دیدی برای قماندان بده، که قماندان بتانه در ساحه خود عملیات خود تنظیم کنه و
تهدیدات از بین ببره خونسا کنه. استاد شکر آقای کریاب، هرچند منابع به ما میگه که امریکایی‌ها باز یک طرح تمدید حضور 3 ماهه نیروهایشان را به طالبان دادن، ولی در هر صورت ماه می یک نقطه عطف است، چون پایان مهلت خروج نیروی آمریکایی است به اساس توافقنامه دوحه. فکر میکنین چی میشه با آمدن ماه می بعد از ماه می؟ اول خوب که د دوحه تړون عملی کیږي نو بشپړ دی عملی شي. یوازې دا یوه خوا مهمه نه ده چې په مئی کې به امریکایان کاملا وځي، ځکه د دوحې په تړون کې ځینې نور شیان دي، او هغه تر ټولو مهمه چې د افغانانو دپاره ده هغه د جګړې کمول دي. جګړه خو نه ده کمه شوې. نو تاسو چې دغه ارقام ورکوئ چې 650 کسان په یوه میاشت کې تلفات دي، دا د تیرو 19 کلونو سره مقایسه کوي، دا د خشونت کموالی دی. په کار دا ده چې امریکایان او طالبان همدغه نقطې ته تر ټولو پې ټینګ شي، او که کله دلته د جګړې د کمخ خلکو ولیدله، تاسو باور وکئ بیا که د جمهوریت په نوم څوک خلک وژني په وړاندې درېږي، که څوک یې د امارت په نوم وي، چې هر نوم بیا ورکړی کیږي، ځکه د هغوی دپاره د دوی ژوند مهم دی. زه فکر نه کوم که مای به هم تېره شي، راتلونکی کال به هم شي، تر هغه پورې چې امریکا څه غواړي او لا د وړاندې نه داسې یو بل ځواک روزلی دی چې دلته به پې دا تشه راډه کیږي، هغه ته به منتظر یي، او هغه به ترسره کیږي. زه فکر کوم د استنبول ناسته به هم یا د روژې په پلمه یا د ډېر کار د نه کولو په پلمه باندې ځنډیږي، او بالاخره به خبره بیا د می میاشتې ته وځي. د امریکایانو لږ غوندې په شاتګ هم د همدې دپاره دی چې که می ته خبره رسیږي د طالبانو د داسې څه اعمال وګوري چې بیرته دوی ته پلمه برابر شي چې دوی د تړون نقض نه دی کړی او په وړاندې درېدي. زموږ بیا هم هیله دا ده چې استنبول باوجود د دې چې د بون غوندې پرېکړه به نه یي، الزامي تصامیم به پکې نه نیول کیږي، بیا به هم اختیار ټولو افغانانو ته یي. د دې ځای نه چې څوک ورځي د هرې ډلې پلوی چې که د حکومت په استازیتوب ورځي که د طالب په استازیتوب ورځي، په دې ولس د تراهم نه پرته بله هیڅ لاره نشته دی چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او بقا دپاره په دې هیواد کې د سولې او استحکام دپاره کار وکړي. موږ بیا هم متیقین نه یو که د امریکا او طالبانو ترمنځ صلح هم وشي، ولې ثبات به دلته نه وي، ځکه نورې ډلې شته دی، نور داسې ډلې ټپلې جوړې شوي دي چې هغه به د دې نظام د بنسټونو د نړولو دپاره کار کوي. ایران به د کمال خان پلمه ګوري، پاکستان چې څه اهدافو د ډیورنډ په کرښه هغه ترلاسه کړي، لا به نور دلته داسې راځي چې د دغه ځي د دعوې نه ستا هغه فکر بلې خوا ته واړی. روسیه به د خپل پخواني شوروي اتحاد د جګړې انتقام اخلي، چین به د امریکا سره چې اوس په سخت ټکر کې ده، دا ټول ابعاد به راجمع کیږي او تاوان به موږ افغانان ورکړي. بسیار تشکر خواهی. امان شما چی میشنوین درباره تمدید حضور نیروهای امریکایی در افغانستان؟ ما از 3 ماه گپ زدیم، آقای سعیدی از 6 تا 9 ماه گپ میزنه. منابع ما میگن که امریکایی ها یک بار دیگه طرح تمدید حضور 3 ماهه ایشان را به طالبان دادن. شما چی میدانین درباره؟ خب نخست ما میخواهیم که به این موضوع بپردازیم، آنچه را که آقای سعیدی بیان کردن. به نظر من این منصفانه نیست که دستاوردها، قربانی ها و جانفشانی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را نادیده میگیرند. امروز فرزندان صدیقی سرزمین، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان علیه توریست ها مبارزه میکنند تا مردم آرام بمانند، آقای سعیدی آرام بمانه، آقای سعیدی بتونه اظهارات خود، فکر خود، نظریات خود آزادانه بیان بکنه. این اصلا عادلانه نیست به نظر من. یک مقدار حتی میتونیم میره توهین به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلقی کنیم به این شکل صحبتی که با درباره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت میشه و دستاوردهای از یا جانفشانهای از یا نادیده گرفته میشه. دوم ایرم اما مردم افغانستان میدانن، امو رقمه که وکیل صاحب بیان کردن، سعیدی صاحب بیان کردن، جنرال صاحب بیان کردن، جنگ طالب جنگ خارجی است. طالبان به خاطر منافع بیگانه ها مبارزه میکنن، جنگ میکنن به خاطر تطبیق آجنده کشورهای بیرونی خارجی ها در واقع در افغانستان. شب و روز به مردم آسیب میرسانن، وحشت و دهشت ایجاد میکنن تا منافع بیگانه ها در واقع تامین کرده. اما در مورد تمدید حضور نیروهای خارجی یا تعهداتشان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان،
صحبت هایی که با ما دارن، نشست و برخاست هایی که امرای ما صورت میگیره، جلساتی که امرای ما میداشته باشن، تعهدات زیاد در حمایت و کمک از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دائمی است، همیشگی است و متواتر به ما تعهد میسپارن تا زمان محو توریسم در افغانستان، تا زمان شکست کامل توریست ها در افغانستان یا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت خواهند کرد. ولی اجازه حضورشان از طالبان میگیرن؟ ما حضور نیاز به حضور افراد نظامی خارجی ها در میدان های جنگ در افغانستان نداریم. بدون شک ما نیازمند کمک های مالی از یا کمک های تخنیکی از یا هستیم. در صورتی که کمک های از یا از لحاظ مالی، از لحاظ تخنیکی و از لحاظ لوجستیکی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه پیدا کنه، بدون شک ما مستقلانه میتونیم از افغانستان دفاع بکنیم. تلاش به خاطر تامین نیازمندی های مالی و نیازمندی های پولی و لوجستیکی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از منابع داخلی افغانستان به شدت جریان داره. پلان ها و برنامه ریخته شده و عملا ما کوشش میکنیم که از لحاظ مالی هم در واقع مستقل شویم. اما آنچه که خارجی ها با ما تعهد میسپارند، روز گذشته هم جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای عمومی خارجی ها حمایت قاطعی در افغانستان با اسدالله خالد وزیر دفاع ملی صحبت داشت. در صحبت هایش بار دیگر تاکید کرد که حمایت جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا از نیروهای افغان همیشگی است، پایدار است و هیچ نوع تشویش نگرانی در این باره نباید. خب ما مشخص ندانستیم که با شما چی مشوره میشه درباره تمدید حضور. پیش بین چی وضعیتی هستین بعد از ماه می؟ آمادگی هایتون چی است؟ خب لوی دریسیز قوای مصالحه افغانستان، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، از یک هفته به این طرف در شمال افغانستان حضور دارد. سفرهای به ولایت بلخ، کندوز، بغلان، تخار و میترفید در سایه ولایت ها خواهد داشت. عملیات های ما پلان شده، آمادگی ها وجود داره، مسائل لوجستیکی تامین شده. امسال برخلاف سالهای پیش عملیات های ما به گونه ای راه اندازی خواهد شد که تمام نیازمندیان خود مرفوع میشه، بعد از اون ما به طرف اجرای عملیات ها یا راه اندازی عملیات ها میریم. اما عملیات های ما مشروط به ایست که اگر طالبا با خشونت خود، با جنگ خود علیه مردم افغانستان ادامه بدن، در اون صورت با جواب قاطع و دندان شکن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روبرو خواهند شد. اصلا پیروزی طالبا از راه نظامی ناممکن است. این خواب و خیال طالبا باید از فکرشان از سر خود دور بشه. بسیار شکر آقای سیدی، فرصت کوتاه داریم، وضعیت به کدام سروان است؟ اول خود کسی بودم که قوت های مصالح افغانستان ما افتخار خو میدونم و دست هر کدام قابل بوسیدن میدونم، ولی متاسفانه با سیاست های غلط به ناقابت نشانه سربازا و افسرهای ما همیشه به قربانگاه فرستاده میشن. اون که آقای ابرار در مورد ماه می میگم، امریکایی ها در ماه می نمی برایند و قراردادی را که زلمه خلیزاد با طالبا کرده در 10-15 روز آینده امریکایی ها به او تجدید نظر میکنند و حداقل تا 6 الی 9 ماه قوت های خارجی میمانند تا وقتی که حکومت موقت در افغانستان ریشه بدوانه، پایه بگیره، خود محکم بسازه، بعد از امریکای افغانستان ترک میکنند. تا وقت ترک نمکنند این را مطمئن باشید. درست درست. تشکر از شما آقای کریاب. شما چی فکر میکنین؟ چی میشه؟ وضعیت به کدام سو میره؟ اوز خو من لپا هیله مندهی که اوز کتا چه دریاب و سین لاهو کرده یو کچنی بوتی تم لاس وره چه دسته ده پره یو هیله مندی ده. پخواه که جگره و او شدت دیر و خو هیچ هیله مندی هم ده سول ده پره نوا. داده چه وز خپلو که افغانان ده جگره اغا طرفونه چه یو بلی هیچ نشوز غمله اغا د یو میزبان دیناستی او د یو بل خبری اوری د اجندا په سر اختلاف دا حتمی ده چې زن لوړې جوړې به پکې راځي. منګه هیله من یو چې د استنبول ناسته به یو ښه زیری ولري، یو ښه تصور به راوړي او بالاخره دلته به دا یو خبره به روښانه وکړو. د هیچ چا د قدرت د ساتلو دپاره افغانان نور ځان نه قرباني کوي، خو که په دې وپوهېږي چې بنسټونه او نهادونه چه خواهد شد. تشکر. ما خو باوری ما ممی است که همین نشست استانبول یک روزنه امید برای مردمی ما باشه و یک پایسنگ و یک تهدابی برای صلح گذاشته شوه و صلح و ثبات در افغانستان تامین شوه که ما دیگر نیازی به کمک و به یاری بیگانه ها نداشته باشیم و به خود کفایی بریم بخیر و از وطن خود، از اراضی خود، از جغرافیه خود دفاع کنیم و با پای خود ایستاده شویم. آقای جنرال سید محمد سمر سادات نظامی پیشین، آقای فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، آقای نعمت الله کریاب عضو مجلس نمایندگان و آقای احمد سعیدی
دیپلمات پیشین و کارشناس سیاسی. سپاسگزار حضور همه شما در برنامه و تشکر از بیننده های برنامه محور. شبتان بخیر.